سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های ما. ما امروز میخواییم در رابطه با اولین سامانه پدافندی کوتاه برد ساخت کشورمون، یعنی پدافند 11 را صحبت کنیم و اون رو بررسی کنیم. پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. سامانه 11 را در اصل یک نسخه مهندسی معکوس از سامانه FM80 چینی هستش. یه توسط کشورمون این سامانه چینی به تعداد محدودی خریداری و مورد مهندسی معکوس قرار گرفت. سامانه FM80 چینی در اصل یک کپی از سامانه کورتال فرانسویه که میتونه با اهدافی تا ارتفاع 6000 متر با برد 15 کیلومتری درگیر بشه. سامانه 11 را جزو سامانه های موشکی پدافندی و کوتاه برد محسوب میشه که جزو ساخته های وزارت دفاع کشورمون. این سامانه دارای قابلیت شناسایی همزمان چندین هدف، ردیابی و انهدام همزمان چند هدف مختلف هوایی مثل انواع هواپیماها، بالگردها و پهپادهای دشمن در برد کوتاه و همچنین قابلیت استقرار در شرایط آب و هوایی مختلف و سرعت عمل بالا و ردیابی کاملا خودکار رو دار که از ویژگی های این سامانه پدافندی محسوب میشه. این سامانه قابلیت اتصال به شبکه پدافندی یک پارچه کشور رو داره و از جایی که یک محصول بومی محسوب میشه امکان تغییرات بر روی اون هم وجود داره و مثل سامانه راپیر این سامانه هم کششی هستش و برای جابجایی احتیاج به خودروی حامل داره تا اون رو یدک بکشه. یکی از جاهایی که تجربه سامانه راپیر در کشورمون استفاده شده و ضعف‌های ساختاری اون برطرف شده قسمت رادار سامانه 11 است. برعکس سامانه راپیر که به یک رادار مجزا احتیاج داشت، در این سامانه بومی رادار بر روی خود دستگاه پرتابگر کار گذاشته شده و عملا رادار و پرتابگر با هم ترکیب شدن تا سامانه با محدودیت کمتر و کارایی بالاتر فعالیت کنه. اما برای کارایی هرچه بیشتر باز هم به یک رادار سرشسته برج بلند احتیاج داره. رادار این سامانه یک رادار تک پالس با برج حدودی 20 کیلومتره که قابلیت شناسایی تا 30 هدف رو به صورت همزمان داره و میتونه تا 12 هدف رو راهگیری کنه. این سامانه از موشک های شهاب ثاقب به عنوان سلاح خودش استفاده میکنه. موشک های شهاب ثاقب موجود در این سامانه دارای 2.93 متر طول و 84 کیلوگرم وزن هستند که میتونن با سرعت 740 متر بر ثانیه به سمت اهداف متخاصم تا برد 11 کیلومتری و ارتفاع 5500 متری روانه بشن. میزان سر جنگی موشک شهاب ثاقب 13.5 تا 14 کیلوگرم از نوع انفجار شدید اعلام شده. بدنه این موشک به شکل استوانه ای مانند با قطر 15.4 سانتیمتر طراحی شده و با نصب بالک های کمکی به شکل کانارد سعی در افزایش مانوردهی موشک شده. البته سامانه 11 را دارای 3 مدل هستش که مدل سوم تکامل یافته ی 2 مدل قبلیه و با نام 11 را 3 یا حرز 9 شناخته میشه. در ساخت این سامانه با بکارگیری سامانه های کمکی در کنار سامانه راداری مثل سیستم های اپتیک و الکترو اپتیک و یا فاصله یاب لیزری توجه شایانی شده، چون که در نمونه های ارتقا یافته ی این سامانه تجهیزاتی مثل فاصله یاب لیزری و سیستم های اپتیکی دیده شدند. این سیستم ها در زمان جنگ الکترونیک دشمن بسیار میتونن به کشف هدف و هدایت موشک و عدم انحراف موشک از مسیر درست کمک کن. از طرف دیگه هماهنگسازی که موشک سامانه 11 را یعنی موشک شهاب ثاقب با این سیستم های اپتیکی و لیزری نشون از توسعه موشک و امکان موفقیت و توسعه بر اساس نیاز داره. سامانه 11 را نخستین سامانه بومی پدافندی برد کوتاه کشورمونه که در ایران ساخته شده و باعث شده که ایران در عرصه ساخت سامانه های پدافندی تجربه بسیار موفقی رو به دست بیاره و چون این سامانه یک سامانه بومی هستش
بر اساس سطح نیاز هم توسعه پیدا کرد و نمونه های دو و سه اون به شکل ارتقا یافته و متفاوت تری ساخته شد. این تجربه یه ساخت کامل سامانه و ارتقای اون در مدل های دیگه باعث شد تا سالهای بعدی مدل های دیگه یا سامانه های پدافندی برد کوتاه بسته به نیاز و پاسخگویی به سطح تهدیدات فعلی کشور طراحی و تولید بشه. اون هم در شرایط تحریم و به شکل کاملا بومی. نمونه اول توسعه یافته از سامانه یا زهرا رو میشه نمونه عنوان کرد که از اون با نام یا زهرای دو یاد میشه و برخی از خبرگزاری ها اون رو کمین دو معرفی کرد. این سامانه همون سامانه پدافندی یا زهراست که از حالت کششی به حالت خودکششی تبدیل شده و برای این کار کل سامانه با حفظ تعداد موشک های قابل پرتاب بر روی یک خودروی کشنده تجاری نصب شده. مزیت بزرگ این طرح خودکششی بودن سامانه است که میتونه وابسته به قدرت تحرک فوق‌العاده کشنده خودش به یک سامانه پدافندی تاکتیکی تبدیل بشه. امکان گذر از مناطق مختلف خصوصا مناطق کوهستانی و صعب العبور، جاده ها با سرازیری ها و سراشیبی های تند، حرکت در مناطق دشت و خارج از جاده و مواردی از این دست برای این سامانه وجود داره و امکان سرعت بالاتر در حرکت نسبت به نمونه کششی برای اون وجود داره. سامانه پدافندی هرس نهم رو باید نمونه خودکششی و تمام متحرک از سامانه یا زهرا بدونیم که با نام یا زهرای 3 شناخته میشه. این سامانه از قابلیت‌های منحصر به فردی برخورداره و نسبت به نسخه های دیگه یا زهرا پیشرفته تر و کارآمدتره و میشه از اون در نقش یک سامانه تاکتیکی تماما متحرک استفاده کرد. البته یا زهرای 3 میشه اولین سامانه پدافندی تماما متحرک بومی کشور هم قلم داد بشه که برای تحرک بیشتر و بهتر نسبت به سامانه یا زهرا ساخته شده. تفاوت های این سامانه با نمونه اصلی یا زهرا بدون در نظر گرفتن قابلیت خودکششی یا کششی شامل کاهش موشک های یا زهرای 3 به 2 فروند و استفاده از رادار پسیو در این سامانه به جای رادار پالس سامانه یا زهرا هستش. استفاده از سیستم های اپتیکی و الکترو اپتیکی در سامانه هرس نهم و استفاده از حسگرهای راهگیری تصویری و حرارتی و سیستم مسافت یاب لیزری در یا زهرای 3 از دیگر ویژگی ها و تفاوت های اون با نسخه اول هستش که حداقل بر روی کاغذ این سامانه ها برتری و کارآمدی بیشتری نسبت به نسخه های اولیه رو به سامانه یا زهرای 3 میدن. نسبت به سامانه یا زهرای 2 این سامانه از موشک کمتری برخورداره اما دارای اتاق کنترل و نظارته. این سامانه همچنین امکان اتصال به سامانه پدافند یک پارچه کشورمون رو داره و به یک سیستم مخابراتی امن جهت اتصال به شبکه یک پارچه پدافند یک کشور هم مجهز شده تا کار این سامانه توسط پدافند یک پارچه کشورمون کنترل بشه. خب رفقا، به پایان برنامه امروز هم رسیدیم. خیلی ممنون که ما رو تا این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همگی شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.